به گزارش رسانه‌های ایران، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته است سرانه مصرف گوشت در جامعه سالم باید 75 گرم در روز باشد که الان برای هر شخص در ایران 35 گرم است. او همچنین تاکید کرده که سرانه مصرف لبنیات هم به شدت کاهش پیدا کرده. به گفته این مقام جمهوری اسلامی هر شخص باید روزانه 25 گرم فیبر مصرف کند، در حالی که این میزان در ایران 15 گرم است. به نوشته خبر آنلاین، عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی نیز در روزهای اخیر انتقادهای شدیدی به افزایش قیمت گوشت مطرح کرده و گفته قیمت گوشت قرمز 4 برابر قیمت جهانی است. مردم باید چه کنند؟ چه گناهی دارند که سیاستگزاران نادان دارند؟ مردم حق دارند حداقل روزانه 2000 کیلو کالری مصرف کنند. در همین حال خبر آنلاین به نقل از منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام کشور نوشته یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن با نرخ 28500 تومان است. حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرای تهران، در یادداشتی برای این وبسایت نوشته در بازارهای کشور اغتشاش حکم فرماست و همین بی‌نظمی و هرج و مرج است که به شکلی نگران کننده ناهنجاری ها را گسترش می‌دهد. و افزوده ایران در شرایطی وارد یک تشدید بحران منطقه‌ای و نظامی شده و دولت مردان به جای اعمال قاطع‌ترین نظارت‌ها هر روز مصاحبه می‌کنند و گرانی را تبلیغ می‌کنند. این اقتصاددان همچنین از روند روبرشت قیمت‌ها انتقاد کرده و نوشته در هفته‌ای که نرخ کره 100 گرمی از 32 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش یافت ولی هنوز نایاب است، این دسته از اظهارات در پی توجیه گرانسازی حامل‌های انرژی و ارز هستند.